بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما عزیزان هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. پیروزی حزب راستگرای افراطی اتریش با ریشه های نازی و مواضع ضد اسلامی. رقابت جدید در تولید پسته، اسپانیا به رقیبی جدی برای ایران تبدیل می شود. پایان 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تلاش شورای جوانان شیعی کانادا برای حمایت از جوانان این کشور. وقت شما بخیر. حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش با سابقه مرتبط با نازی‌ها و مواضع ضد اسلامی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت. این حزب با شعارهای تند ضد مهاجران و مسلمانان توانسته راه خود را برای تشکیل دولت آینده هموار کند و نگرانی‌های را درباره افزایش نفوذ افراطگرایی در اروپا برانگیزد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در انتخابات اخیر اتریش، حزب راستگرای افراطی، حزب آزادی اتریش FPO به رهبری هربرت کیکل به یک پیروزی تاریخی دست یافت و به احتمال زیاد دولت آینده را با تشکیل ائتلاف رهبری خواهد کرد. این حزب با سابقه ای مرتبط با نازی‌ها و مواضع شدید ضد مهاجرت و ضد اسلامی توانسته است بخش قابل توجهی از آرا را به خود اختصاص دهد. حزب آزادی که در سال 1956 توسط آنتون رینتالر، یک افسر سابق نازی تأسیس شد، همچنان ارتباط نزدیکی با گذشته نازی خود دارد. این حزب در دوره‌های مختلف توانسته با استفاده از شعارهای ضد مهاجران و به ویژه ضد مسلمانان محبوبیت خود را در بین بخش‌هایی از جامعه اتریش افزایش دهد. برنامه انتخاباتی اتریش دژ که توسط این حزب پیشنهاد شده تلاش دارد تا به طور کامل حق پناهندگی را از بین ببرد که این امر مخالف قوانین اتحادیه اروپا است. مواضع ضد اسلامی حزب آزادی به ویژه در سالهای اخیر بسیار برجسته بوده است. این حزب با بهره‌گیری از احساسات ضد اسلامی در جامعه اتریش توانسته حمایت بخش‌های بزرگی از رای دهندگان را به خود اختصاص دهد. شعارهایی مانند محدود کردن حقوق مسلمانان و ممنوعیت نقاب کامل بخشی از اقدامات این حزب بوده. پیروزی حزب آزادی در اتریش نگرانی‌هایی را در مورد تکرار نژادپرستی و افراط‌گرایی در اروپا به وجود آورده و نشان دهنده افزایش قدرت احزاب راستگرای افراطی در سراسر این قاره است. این پیروزی پس از موفقیت احزاب مشابه در کشورهای دیگری چون هلند، فرانسه و آلمان به دست آمده است. آقای حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای نیکو سلام. دلیل پیروزی راست افراطی که تمایلات ضد مهاجرتی و ضد اسلامی دارد در بسیاری از کشورهای اروپایی چیست و ریشه در چه عواملی دارد؟ درود بر شما، وقت شما بخیر. از شما که در مسئله انتخابات در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان، اتریش، فرانسه و حتی ایتالیا ما شاهد این هستیم که احزاب افراطی راستگرا با محبوبیت بی سابقه روبرو شدن. علت هم عمدتاً به دلیل هرج و مرج ناشی از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان غیرقانونی به اتحادیه اروپا هستش که بسیاری از
شهروندان این اتحادیه و این کشورهایی که ذکر شد اعتراض دارن نسبت به این رویه و تمایل دارن که احزابی سر کار بیان که مقابله بکنن با در واقع این روند. و در این میان به طور خاص ما میبینیم که به طور اتوماتیک شرایط به سمت مقابله با یک نوع اندیشه یا مذهب پیش میره، به طوری که ما شاهد در واقع مخالفت بسیاری از این احزاب با در واقع مسلمانان هستیم و به نوعی اسلام ستیزی هم در این میان مورد توجه هستش که باعث شده که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و گروه های حامی مهاجران و پناهجویان این روند ناخشنود باشند. بله ممنونم. با تشکر از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه تدفین مسلمانان استان کبک در کشور کانادا از حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی، مسئول مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی، جهت شرکت در همایش همبستگی و آگاهی بخشی اجتماعی دعوت به عمل آورد. حجت الاسلام و المسلمین سیبوی که در این همایش شرکت کرده است در این زمینه اظهار داشت: این همایش پس از برگزاری چندین جلسه با حضور نهادها و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی با هدف بررسی اوضاع اجتماعی و تهدیداتی که متوجه شهروندان مخصوصا جوانان است برگزار شد. خیریه العمل الرسالی از مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در بیروت اقدام به توزیع محموله‌های امدادی کمک رسانی به مردم جنگ زده جنوب لبنان نمود. گفتنی است بسیاری از مراکز مرتبط با دفتر معظم الله و همچنین سایر مراکز خیریه و اجتماعی در نقاط مختلف جهان به ندای مرجعیت دینی لبیک گفته و محموله‌های امدادی خود را در اختیار مردم جنگ زده لبنان قرار دادند. تلاش دولت سوئد برای غیرقانونی اعلام کردن گدایی و تکدیگری باعث بروز اعتراضاتی شده است. ائتلاف راست میانه با حمایت راست افراطی دموکرات‌ها در سوئد می‌گوید نزدیک به یک سال است روی طرحی برای ممنوعیت گدایی کار کرده و این طرح احتمالاً به قانون تبدیل خواهد شد. باستانشناسانی که پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس در حال کار در این بنا هستند میگویند بقایای مرموزی را که در یک تابوت سربی مهرموم در زیر شبستان کلیسا پیدا شده بود سرانجام شناسایی کردند. کلیسای نوتردام در سال 2019 میلادی دچار آتش سوزی مهیبی شد. پس از آتش سوزی محققان در مؤسسه ملی تحقیقات باستانشناسی فرانسه تلاش کردند تا آنجا که می توانند از محوطه تاریخی این بنا محافظت کرده و آن را بازسازی کنند. شهر باستانی بلااندوس یک شهرستان رومی در آسیای صغیر که در حال حاضر آناتولی نامیده می شود می باشد. این شهر همکنون در روستای سلیمانلی شهرستان اولوی استان اوشاک در ترکیه قرار دارد. این شهر پس از لشکرکشی اسکندر بزرگ به آناتولی توسط مهاجرانی که از مقدونیه آمده بودند تأسیس شد. جاده‌های آفریقا با وجود تعداد کمی خودرو یکی از مرگبارترین جاده‌های جهان هستند. با وجود تعداد کم خودرو در آفریقا شاهد آمار زیادی از مرگ و میر ناشی از وسایل نقلیه در این کشور هستیم. حوزه‌های رأی‌گیری در کشمیر تحت کنترل هند دیروز شاهد انتخاب اولین دولت خود از زمان قرار گرفتن تحت کنترل مستقیم دهلی نو بود.
از زمانی که دولت نارندرا مودی در سال 2019 خودمختاری این منطقه را لغو کرد، این قلم رو دارای یک دولت منتخب نبوده و به جای آن توسط یک فرماندار منصوب فدرال اداره می شد. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد بازگشت پناهجویان افغانستانی از ایران و پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت از ابتدای سال جاری نظارت دقیقی را بر تمامی گذرگاه‌های مرزی افغانستان آغاز کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، موج جدیدی از بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان آغاز شده است. وزیر خارجه کانادا اعلام کرد طالبان نمیتواند قوانین بین المللی را نادیده بگیرد و باید در قبال رفتارش با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شود. وی تصریح کرد طالبان نمیتواند با صدور فرمانهای ساده قوانین بین المللی را نادیده بگیرد. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که اعلام کرده است از 31 مرداد تا 9 شهریور 3 مورد جدید بیماری فلج کودکان در استانهای قندهار و هلمند افغانستان ثبت شده است. این سازمان گفته از شروع سال جاری میلادی تا کنون 22 مورد بیماری فلج کودکان در افغانستان گزارش شده است. بررسی سیستماتیک و متاآنالیز اخیر توسط محققان مؤسساتی در چین و ایالات متحده یافته‌های امیدوارکننده‌ای را در مورد تأثیرات مهم مکمل ویتامین D بر سلامت قلب و عروق نشان داده است. مطالعات متعدد نشان دادند که کمبود ویتامین D با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی از جمله سکته مغزی و افزایش چربی‌های مضر خون ارتباط مستقیم دارد. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا کشف کردند که چگونه سلول‌های خاصی دارای توانایی قابل توجهی برای تغییر عملکرد خود هستند و به بدن در تنظیم فشار خون کمک می‌کنند. این سلول‌ها شامل سلول‌های ماهیچه‌ای صاف هستند که شریان‌های بدن را می‌پوشانند. به طور معمول سلول‌های عضلانی صاف با انقباض و آرامش به کنترل فشار خون کمک می‌کنند. با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فزاینده، اسپانیا به عنوان یک رقیب جدی در تولید پسته در حال ظهور است. این کشور با افزایش زمین‌های زیرکشت و شرایط مساعد برای کشت پسته اکنون به بزرگترین تولید کننده این محصول در اروپا تبدیل شده و تهدیدی جدی برای تولید کنندگان ایرانی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فزاینده، اسپانیا به یک رقیب جدی برای ایران در تولید پسته تبدیل شده است. با افزایش دما و کاهش بارندگی، این کشور شرایط مناسبی برای کشت پسته پیدا کرده و زمین‌های زیر کشت این محصول به 79,000 هکتار رسیده است. این رقم در مقایسه با 7 سال پیش 5 برابر افزایش یافته و اسپانیا اکنون بزرگترین تولید کننده پسته در اروپا و 4مین در سطح جهانی است. پسته که در زمین‌های خشک و شوره‌زار به خوبی رشد می‌کند، به عنوان محصولی ارزشمند در صنایع غذایی و آرایشی شناخته می‌شود. اسپانیا با وجود اینکه تولید پسته اش هنوز به میزان تقاضا نمی‌رسد، اما 90% از تولیداتش به بازار اروپا صادر می‌شود و کشاورزان این کشور به دلیل خشکسالی‌های مکرر به سمت کشت پسته روی آوردند. در گذشته اسپانیا همچنین به عنوان رقیبی برای دیگر محصولات کشاورزی چون زعفران ایران شناخته می شد. با این حال اکنون ایران که پیشتر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسته در جهان شناخته می شد، با افت شدید صادرات روبرو است.
بر اساس آمار ایران دارای 530 هزار هکتار باغ پسته است، اما تولید سالانه پسته در این کشور به شدت کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار ایران دارای 530 هزار هکتار باغ پسته است، اما تولید سالانه پسته این کشور به شدت کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز کاهش پیدا کرده است. با این شرایط به نظر می رسد که رقابت در بازار جهانی پسته به نفع اسپانیا در حال شکل گیری است و این کشور به تدریج جایگاه ایران را تهدید می کند. 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی به پایان رسید که بیش از 100 تن از رهبران کشورهای جهان در آن شرکت داشته و بر موضوعاتی نظیر درگیری‌های منطقه‌ای، تغییرات آب و هوایی و هوش مصنوعی تاکید کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این نشست تاکید کرد که این چرخه خشونت باید پایان یابد و همه طرف‌ها از لبه پرتگاه عقب نشینی کنند. گوترش در ادامه خواستار تعهد مجدد به اجرای کامل قطعنامه 17-0 که شورای امنیت درباره خاتمه جنگ بین اسرائیل و لبنان در سال 2006 و بازگشت فوری به توقف درگیری ها شد. وی همچنین خواستار آتش بس در غزه و آزادی همه گروگان ها شد. در این نشست رهبران جهان همچنین بر برابری جنسیتی و صلح و توسعه پایدار تأکید نمودند. شورای جوانان اسلامی شیعی در شهر تورنتوی کانادا از ادامه تلاش‌های هدفمند خود به منظور آگاهی جامعه شیعه و اسلامی به طور عام و به ویژه جوانان به طور خاص در مسیر رسالت اصلی محمدی و بر اساس اندیشه متعالی اهل بیت علیهم السلام تأکید کرد. این شورا با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود به طور کامل این موضوع را شرح کرده و نوشته برگزاری فعالیت‌هایی برای جوانان در زمینه‌های دینی، روحی و آکادمیک و همچنین تفریحی باعث به ثمر نشستن و دستیابی به اهدافی در زمینه بالا رفتن آگاهی جامعه اسلامی و شیعی در کانادا می‌شود. این بیانیه در ادامه افزود با تکیه بر اصول اسلامی و تعالیم دینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام تلاش می‌کنیم جوانان ما در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند مثبت ظاهر شده و فردی مفید واقع شوند. در ادامه این بیانیه آمده تلاش‌ها و همایش‌های این چنینی نشان دهنده عزم و اراده شورای اسلامی شیعی کانادا به موضوع جوانان است، زیرا افزایش سطح فرهنگ، علوم و معرفت جوانان شیعه از مهمترین اهداف ما به شمار می رود. در پایان این بیانیه در مورد خدمات ارائه شده در چارچوب تحقق این هدف مطالبی نیز بیان شده است. خبری از استرالیا. دولت استرالیا به منظور مقابله با اسلام حراسی نماینده ویژه‌ای را منصوب کرده است. آنتونی آلبانی نخست وزیر استرالیا در بیانیه اعلام کرد که آفتاب مالک، کارشناس برجسته امور مسلمانان و شهروند بریتانیای استرالیایی، به عنوان نخستین نماینده ویژه اسلام حراسی منصوب شده است. این انتصاب در پی اقدام مشابهی برای مبارزه با یهودی ستیزی صورت می‌گیرد و تأکید شده که این نماینده ویژه با اعضای جامعه مسلمان، کارشناس تبعیض مذهبی و دولت‌ها در راستای یافتن بهترین راهکارها برای مقابله با اسلام حراسی همکاری خواهد کرد. آفتاب ماله که در سال 2012 به استرالیا مهاجرت کرده، تجربه قابل توجهی در ترویج همبستگی و مقابله با نفرت و افرادگرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز در دولت ایالت نیو ساوت ویلز دارد. وی به عنوان نماینده ویژه در یک دوره 3 ساله از 14 اکتبر شروع به کار خواهد کرد و به طور مستقیم به نخست وزیر و وزیر امور داخلی گزارش خواهد داد. این اقدام نشان دهنده تلاش استرالیا در مبارزه با تبعیض مذهبی و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز میباشد. و خبر پایانی امشب، نرخ تورم در پاکستان با 6.9 به پایین ترین حد خود در 44 ماه گذشته رسید.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار پاکستان، شاخص قیمت مصرف کننده پاکستان در سپتامبر امسال نسبت به ماه مشابه سال 2023 6.93% کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ تورم در 44 ماه گذشته را به خود اختصاص داده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف کننده در ماه سپتامبر 0.5% نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، در حالی که در ماه قبل 0.4% کاهش داشته است. کارشناسان کاهش روند تورم را مرهون چند عامل مهم از جمله کاهش قیمت جهانی کالاها و انرژی و ثبات نرخ ارز دانستند. گفتنی است وزارت دارایی پاکستان پیش بینی کرده که کاهش تورم طی سپتامبر تا اکتبر ادامه خواهد یافت و احتمالاً حدود 8-9% خواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیروزی حزب راستگرای افراطی اتریش با ریشه های نازی و مواضع ضد اسلامی. رقابت جدید در تولید پسته، اسپانیا به رقیبی جدی برای ایران تبدیل می شود. پایان 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تلاش شورای جوانان شیعی کانادا برای حمایت از جوانان این کشور. انتصاب نماینده ویژه استرالیا برای مبارزه با اسلام حراسی. و تورم در پاکستان به پایین ترین حد خود در 4 سال گذشته رسید. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم عجل ولی کل فرج، یا علی خدایار و نگهدارتون.